آدم ربایی کابوس تلخ بازرگانان و شهروندان خارجی در افغانستان. وحشت و شکنجه این افراد پس از ربوده شدن در سال جاری در کشور میلیون ها دلار به جیب آدم ربایان سرازیر کرده است. اما در جاده پنجم و هفتم تایمنی چه کسانی دوبانه خارجی را رو بودند؟ سرنوشت آنان را به کجا کشاند؟ در میان ده ها تن در روی جاده نگاه مشکوکی به دنبال کسی است. شاید گم شده ای دارد و یا رویدادی در حال رخ دادن است. معلوم نیست برای چه کسی زنگ زده است. ظاهرا تنها نیست. معلوم می شود که از چیزی اطلاع می دهند. چشمانی که به دنبال ایجاد ترس و وحشتند. در گوشه ی جاده پنجم تایمنی پنج مرد مسلح دیده می شوند که لحظه شماری دارند. این موتر رئیس یک مؤسسه امدادرسانی خارجی را در خود دارد. بانویی که چند سال می شود در افغانستان کار می کند. می خواهد مانند هر روز ساعت 7:30 بامداد به کارش برسد. اما امروز برایش روز بدی رقم خورد. رانندهش را لتو کوب و خودش را به سوی تپه کورولا پشت می برد. این چند ثانیه تصویر واقعی از موتر رابایندگان از دوربین های امنیتی اطراف این نهاد خارجی برداشته شدن. یکی از دکانداران محل نخستین فردی است که به شماره 119 پلیس تماس می گیرد. یعنی میشه دم روی موتر را گرفتن که میخواست موتروان لیورس بره، نتانست در شیشه را میده کرد، شیشه پیش روی لیور را تفنگ تر در بغل گوش گرفت و اگر لیورس بریم میزنیم تا اولی موشت معلومات باید از مسئولان دفتر آلی فیر معلومات اداره نمی کرد. ربایندگان نمی خواهند نقشهشان نقشه برام شود. موتر دیگری در مسیر راه آماده تسلیمی این بانوی خارجی است. فریادهایش جایی را نمی‌گیرد و به گوشی نمی‌رسد. برای خاموش کردنش لتو کوبش می‌کنند. به بلاک‌های پروانه دوم می‌رسند. منزل ششم این بلاک از این پس برای این بانو جهنمی خواهد. از همون دقایق نخست به خاموش کردنش می‌پردازند و در بالای سرش دوربین های مدار بسته نصب می‌کنند. حالا نوبت نان شب است. از روزهای پیش رو هیچ چیزی نمی‌داند. از شکنجه ها، درد ها و فریاد ها چهار رباینده از او مراقبت می کنند. نگاه هایشان همه جا را می پایند و در بیرون ساختمان افراد دیگری برای اطلاع رسانی دارند. روزها یکی پشت دیگر شب می شوند، اما هیچ کسی از وی خبری ندارد. رباینگان تنها با این مرد تماس دارند. نجیب. بله. سلام نجیب استی. سلام علیکم. سخنگوی داعش هستم، همکارت به شماست. مردی که تنها رابط میان آدم رو بیان و این همکارش قرار دارد. آدم رو بیان به هر تلفنی اعتماد ندارد. نجیب ناچار است به دنبال تلفنی برود که آنان
برایش در گوشه ای از جاده باغ بالا گذاشتند. بله. یا بیدو را برات روان کرد، دلار آماده کن. They want money. If they don't receive the money by the end. اگر در جریان 15 روز پول پرداخت نشود، آنان مذاکره نخواهند کرد و مرا گردن میزنند. برای تکان خوردنش ویدیویی از همکارش را فرستادند، اما نجیب تصمیم ندارد این موضوع را با نهادهای امنیتی شریک بسازد. نظر به تهدیداتی که از طرف از اونها می شدیم، نخواستیم ارگانهای امنیتی را در جریان قرار بدهیم. نجیب برای تهیه پول دست به کار می شود. پس از چندین بار دریافت این تصویرها، پول هنگفتی را بر ربای نگان تسلیم می کند. اما این بانو هنوز در بند است. ربایندگان پول بیشتری میخواهند. نقشه تازه‌ای پهن کردند. نقطه عملیات است. ما در اینجا نباشیم. هدف تازه‌ای انتخاب می‌کنیم. باید زیر نظر داشته باشیم. یک بانوی خارجی سوار بر همین موتور است. او نیز کارمند یکی از نهادهای جهانی در افغانستان است. همین که موترش میخواهد به داخل گاراژ برود، پنج مرد رباینده با این موتر سفید از راه میرسند. موتر دیگری هم از سوی دیگر میرسد. شیشه موتر را با ضربه تفنگ میشکند. این بانوی خارجی را کشان کشان به موتر می اندازند. در کنار چند تن از باشندگان محل، یکی از نگهبانان این نهاد هم گواه صحنه بود. در را باز می کند، اما کاری از دستش نمی آید. ختم کوچک نیروهای زیادی به محل رویداد میرسند. بررسی ها آغاز میشوند، اما ربایندگان این بانوی خارجی را از محل دور کردند. رئیس بررسی جرم های جنایی فرماندهی پلیس کابل در محل حضور دارد، اما نمیخواهد حرف های بیشتری با رسانه ها شریک بسازد. زمانش حداقل بوده این ساعت چند وجه شده؟ 9-10 دقیقه. اما این ربایندگان کیها بودند؟ داخل دفتر بودیم، سر صدا شد، برامدیم که امیدی یک دونه لایلکس استاد بود، از امو یک شیشش میده کردن، اختطاف کردن یک زن خارجی را. نفر اختطاف شد، فامیلی ما هم که فریشان شد. مردم امنیت میخه، برقم که میشه امنیت مردم و دولت باید مساعد بسد. با افتادن این بانو در کنار روبود شده دیگر، دیده میشود که این گروه آدم رو با بسیار خطرناک و فعالیت‌هایش را نیز افزایش داده است. این بانوی خارجی برای 24 روز در این آپارتمان نگهداری می شود. بله. ربایندگان بانک پول هنگفتی به دست آوردند، اما این پول را بسنده نمی دانند. یک دفعه خود چیزی که خواست داشته نمونه ما برآورده ساخته. اما ترس از شناسایی شدن باعث می شود که ربایندگان ساعت 8 همان شب اختطاف شده دومی را از بلاک های پروانه دوم به خانه نورالم در دشت جمتله کابل ببرند. تهکوی این خانه را با دوربین های مدار بسته مجهز می کنند.
عبدالله که خودش را سخنگوی داعش معرفی می کند به خانواده این بانو در اروپا ایمیل می کند و در بدل رهایی او پول گزافی می خواهد. آنان برای خانواده این بانوی خارجی طوری صحنه سازی کردند که گویا انگشت او را قطع می کنند، در حالی که پای مرغی را قطع کردند و دست این بانو را با خون مرغ سرخ می سازند. این ایمیل رفته رفته به دست کشور این بانو می رسد و سپس به دست امنیت ملی افغانستان می افتد. شاید هم مکان نگهداری این بانوی خارجی. قراره که بر ما دارسیده پر از این کردن از نیروهای امنیتی عجله نمی کند. ترسان وجود دارد که بلایی سر این بانو بیاید. فعالیت های استخباراتی زمان را نمیشناسد و بر ما حیات شخص مهم است و هنگامی که ما اطمینان حاصل میکنیم که حیات شخص دیگر خطر نیست، ما با وقت و زمانش دست به کار میشیم و همون رقم ما اجراات خود باز کردیم. پالیسی کشورهای اروپایی این است که در هیچ شرایطی بر ربایندگان پول نمیپردازند، اما این پول از منابع نامعلومی داده میشود. منتظرن تا وی آزاد شود. لحظه آزادی می رسد. او پس از 56 روز از چنگ ربایندگان آزاد می شود. اکنون ماجرا داغ‌تر می شود. ربایندگان در این 12 نقطه حضور دارند. تا دندان مسلح و منابع مالیشان نیست فراوان و هدف های دیگه رو ببینین. 8 ماه، 4 ماه، 2 ماه، این ساعات مختلف است که میبینین در مرنجان است. هر لحظه ممکن است اختطاف دیگری صورت بگیرد، زیرا این گروه اکنون به حد کافی از کارهای اخیرشان راضی به نظر میرسند. چتر امنیتی شمال کابل تا شرق و جنوب شرق این شهر را در بر دارد. هدف ها باید دستگیر و یا نابود شوند. آغاز عملیات همینجاست، بالای خانه نورعلم در دشت چمتره. هنوز ربایندگان در ترسن. نیروهای امنیتی از در و دیوار خانهش بیرد. نورعلم و پسرش میخواهند پا به فرار بگذارند. اما هر دو دستگیر می شوند. خارجی بود 22 روز بعد خانم جای دادم بهش نگاهش کردم. وقتی هم کلیشه وقتی بر آمدن یا رفتم خودم برش ما پیسه واده کردم که برای چیز می ده. ما جای دادیم در خانم کنه که من از یاد کردیم من زمکان شیرمان هست. محتاب از این موتر هدف است دادن صدا کنین و کوشش کنین که از کش نماسیف نبینه و فکرتون باشه که هدف تانو مسئله شاید باشه. سردست این گروه در موتری سرخ رنگ به سوی کارته پروان در حرکت است. راه های سیادی را پیموده اما راه فرار ندارد. این سید حسین مشهور به حسینی است. Thank you.
متفکر این گروه. هیچ کسی باور نمی‌کرد که گروهش دو زن خارجی را در جریان دو ماه از یک منطقه در روز روشن برمایند. توسط اعتراف‌های سید حسین افراد دیگری نیز دستگیر می‌شوند، اما خودش نمی‌خواهد در برابر دوربین سخن بزند. یکی پی دیگر در بخش کابل دستگیر می شود. کسی در روی جاده کسی داخل خانه ها و شمار دیگر در داخل دکان‌های محلی زندگی شد. اینان همه در این عملیات بزرگ در بخش‌های مختلف کابل دستگیر می‌شوند. همه افراد این دسته آدمربا ارتباطات خانوادگی دارند، اما نگرانی اینجاست که تا کنون از نزد ربایندگان تنها تا 14,000 دلار آمریکایی به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است. در یک وقت بسیار مناسب با تمام سلاح دست داشتهشون، حتی با همو وسایل جنایتکاران که اینا دست میزدن، اینا را دستگیر کردیم و بنجه قانون سپردیم. تاجر میترسن و جانب مقابل برشان میگه که شما با پلیس و برای کسی اطلاع نتن. 85 مورد ما اطلاع داریم که هستن. اما چند تن دیگر از افراد این گروه هنوز زیر ذره‌بین نیروهای امنیت ملی قرار دارند. تلاش کردیم با خانواده های این افراد تماسی داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این دستگیر شدگان همه در بند امنیت ملی بسر میبرند و انتظار رفتن به دادگاه رو میکشند. باز ما اکس های از یوران نامایشان های کلش بخش رو ای میکنیم. دیگه اون معبول نام خواه بود، یک دونه کلشین کوب هم به دست از همون کوب همون داده بود. دیگه اون تاق مونده بود که ما چی بگرد مخصد به دست همون بود. این گروه توانسته برای خود خانه های مجللی بسازند، خانه های بزرگ و گرانبها، خانه هایی که حتی بسیاری آنان تازه ساختند، مانند این خانه حسینی. اینجا خانه دیگری حسینی است. در هر گوشه خانه هایشان دوربین های امنیتی دیده می شود. در حالی که هنوز هم مردمان کشور نیاز شدیدی به کمک های خارجی و نهادهای خیریه دارند، اما پس از همه این رویدادها دیده می شود که بیشتر نهادهای خارجی بسته می شوند و یا فعالیت هایشان تا حد زیادی مختل می شود. سرمایه ها به بیرون انتقال می یابند و قربانی اصلی این خشونت ها و آدم ربایی ها مردم فقیر و نیازمند کشور شمرده می شوند. دیده شود که حکومت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی با این پرونده ی آدم ربایی چگونه برخوردی خواهند داشت. پرسشی که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.